ماجرای سکینه آشتیانی کلافی سردرگم از کارهای نبایسته. من دیگه چه من همراه لغیل آقا و اول دراغ من سنو بزرزه آزادتوق دایا شدر ازام بزرز سن از این دجانلق ویرد آقام فیلان بهمان من الله ده. و پس از این جنایت آلوده به فساد راه برای سودجویی بسیاری نیز هموار می شود. سکینه محمدی آشتیانی یک زنی هست که به نظر من قربانی قوانین جمهوری اسلامیه. این شخص مینا احدی است، یکی از خارج نشینانی که مستقیماً برای سودجویی تمام و کمال از ماجرای پرونده سکینه وارد عمل می شود. من پیشنهاد کردم به فرزندان خانم آشتیانی که آقای مصطفی وکالت این پرونده رو به عهده بگیره و ایشون هم قبول کردن و به هر حال توی این تمام این پروسه من بودم. وی از کمونیست های ضد انقلابی است که در دوران 8 سال دفاع مقدس به آلمان گریخته و فعالیت ضد اسلامی خود را علیه نظام جمهوری اسلامی با همکاری دستگاه های حکومتی و سیاسی و امنیتی غرب آغاز می کنند و حال نیز با پوشش فعال حقوق زنان در حال سودجویی از پرونده سکینه آشتیانی است. یکی از مطالبی که مثلا اینو کاندید کردم برای اینکه جایزه بدن به من توی مطبوعات توی آلمان، مطلبی بود به زبان آلمانی نوشتم. وی معلوم نیست مزدور کدام شاخه در حال زوال کمونیستی است که حتی از فتنه پس از انتخابات سال 88 نیز در راه پیشبرد اهدافش سود می جوید. عکس سکینه را در کنار عکس ندا آقا سلطان باید گذاشت. اما واقعیت ماجرا چه بود؟ خانم مینا احدی به من معرفی کرده بود که شماره آقای مصطفیو دادم، با آقای مصطفی هم حرف زدیم، گفت این پرونده هیچ راهی نداره. از حالا به بعد دست نشانده مینا احدی در ایران یعنی محمد مصطفایی بر سر پرونده سکینه آشتیانی حاضر می شود. آقای مصطفایی هم گفت من پرونده رو رسانه‌ای کنم. وی که حتی یک بار هم با موکل خود در زندان دیدار نکرده، از روز اول نقشه خود را که در راستای رسانه‌ای کردن این پرونده و درست کردن شرایطی برای سوء استفاده خود است آغاز می کند. نقشه مصطفایی مفید نبوده، بلکه منفی بوده. اولا حالا مسئله بین المللی شده، همه از جریان باخبر هستن. فامیلای ما از قضیه باخبر نبودن که الان باخبر شدن و اون آبروی پاکی مانده اونم از بین رفت. من فکر میکنم با این عمل آقای مصطفایی حالا فرار کرد، پناهنده سیاسی شد. به وشل نوزیم مشل من نتوخی میشه. من سال ده آریان من توسط منان سخت جد خوارد زلرده من احسمه آدمه هر لحظه تلویزیون نارده جور. نقشه سودجویانه مصطفی عملی می شود و وی از ایران گریخته و در آن سوی مرزها با استقبال گرم رسانه های ضد ایرانی مواجه می شود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد مصطفی و از او درباره وضعیت فعلیش پرسیدم. در حال حاضر تمام درهای کشورهای دیگه برای من باز شده. از حالا به بعد یعنی پس از دلسوزی های افرادی چون اوباما، برنارد کوشنر و مرکل، تجمع های کوچکی در مناطق کمونیست نشین آلمان که بیشتر از دوستان مینا احدی هستند تشکیل می شود که با پوشش بزرگ نمایانه رسانه های غربی انعکاس می یابد. من اونا سوزم مارشه بلا بی خودیره من طرف مدقه بلا منش بلا تانم را. من هوتن کیان هستم. از این پس پیگیری پرونده را شخص دیگری به عهده می گیرد. هوتن کیان فردی که وینی سعی داشت راه مصطفایی را ادامه دهد و برای خود از نمد پرونده آشتیانی کلاهی بسازد. هوتن کیان هم می خواست مثل مصطفایی بشه که نشد. خوشبختانه زدای این کار گرفته شد که می خواست ما به رسانه‌های غربی بگیم تا مثلا حساسیت روی پرونده بیشتر بشه که بدتر شد. کیان در پاسخ به این توصیه خود به فرزند سکینه آشتیانی میگوید دروغ گفتن به رسانه‌های خارجی توصیه من بود، البته این دروغ یک دروغ مصلحتی بود. میگفت که بگو نمیدونم شکنجهش کرده، نمیدونم ممنوع ملاقاتی، اونم این حرفا رو میزد که منم متاسفانه به حرفشون گوش دادم و به رسانه‌های خارجی همه چیز رو دروغ گفتم. هوتن من والا هوتن نیست جوانشم از هر چی مددکار دان مثلا جلسه ایده مددکار یا زندانلار دان بله نرده با بلدیز دا آشتیانه یا نه اشتر جوردم سیزه دا جورد زاما ادرس یالانم.
آشیانه تلویزیون تجورتیز فیلانش من اعلام شما بهمانش من هم سیالان شاید. اما در هفته های گذشته دو تبعی آلمانی با عنوان جعلی خبرنگار به ایران وارد می شوند و در محل کار هوتن کیان زمانی که قصد مصاحبه با پسر سکینه آشتیانی و گرفتن عکس های بیشتر از مناطقی چون زندان تبریز و اماکن دولتی این استان را داشتند توسط سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دستگیر می شود. اینا رو خانم احدی فرستاده بودن ایران. نکته قابل توجه اینجاست دو تبعی آلمانی نیز در اعترافات خود صریحا ابراز می کنند که از طرف مینا احدی برای این کار اجیر شدند و حالا مسبب دستگیری خود را وی می داند. من هیچ اطلاعی از این قضیه نداشتم اما خانم احدی می دونست و چون از دستگیری من سود تبلیغاتی می برد منو به ایران فرستاد. من حتما وقتی به آلمان برگردم از خانم احدی شکایت خواهم کرد. من قبول دارم که اشتباه کردم چون اطلاع نداشتم و گول خانم احدی رو خوردم. و پس از این ماجرا سکینه آشتیانی و فرزندش که خود را محصور حیله و نیرنگ احدی ها مصطفایی ها و کیان ها می بینند این گونه از اقدامات و صحبت های خود ابراز ندامت می کنند. من دیم خانم مینا احدی سن مربوط سلو یکده هی ساده مربوط سلو یکده من ازم بیدار جناه لمشم. شخصیت های مهمی امضا کردن مثل سلمان رشدی فرزن یا فیلسوف های خیلی سرشناس فرانسوی فرزن. دولت ها مجبور شدن یه جای بیان پشت این حرکت. پشیمونم چون اگه فکر میکنم که اگه این دوتا وکیل یا خانم احدی رو من نشناخته بودم الان پرونده روال عادی شده میکرد.